من پرویز نینویی هستم. میتونم روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهرها تو واشنگتن ساعت 6 و نیم تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم 25 فروردین ماه 2575 هخامنشی است که برابر است با 13 ماه اپریل 2016. البته من اشاره داشتم، هر دفعه اینو میگم که منم بعضی وقتا یه چیزی میگن تکرار میشه. مگه این همه شما شعر حافظه میخونید تکرار نمیکنید؟ مگه این همه الحمدلله رب العالمین دعا امروزون گفتید مگه بازم تکرار نمیکنید؟ منم باید تکرار کنم. من مخالف اون حرفای شما حرف میزنم. من میگم آقا یک شبی توی مکه به آقای محمد خبر دادن که یا فامیلات، یعنی عموت و پسر عموت و اینا، میخوان امشب بیان تو رو تو خونت بکشن. آقای محمد از ترسش تصمیم به فرار گرفت و آقای علی را آورد تو خونه، جای خودش توی رخت خوابش، تختش، هرچی بود، دوشک لافش خوابون، و خودش با ابوبکر فرار کرد. فرار کرد، پیاده رفتن تا بعد مدت زیادی رسیدن به مدینه. خب این فرار که نمیشه آغاز تاریخ. من سوالم اینه، ما که ایرانی هستیم، ما که تمدن 2550 ساله داریم و قبل از اون سابقه تمدن متجاوز از 6000 ساله داریم، حتی تا 10-11000 سال در فلات ایران آثار تمدن دیده شده، آثار تمدن. نه اینکه مثلا فکر کنید که نمیدونم میز و صندلی داشتن و قاشق و چنگال، نه، آثار تمدن به شکلهای دیگه بوده. ببینید وقتی که در کشور یک سفالی پیدا میشه که این سفال معلوم میشه یک قطعه ای از خمره است که توی خمره شراب نگه میداشتن و قدمت این تیکه سفال به 11000 سال میرسه، پس بنابراین نشون میده که در بخشی از این سرزمین 11000 سال پیش مردمانی بودن که شراب درست میکردن. حالا شراب درست کردن که یک هنری به اون صورت که نیست، که منظور اینه که اینا شهرنشین بودن، یعنی توی خونه شون زندگی میکردن، اینجوری نبودن که امروز برن اینجا از اینجا یه لاقش لاق کنن. شهرنشین بودن و در باغ داشتن و باغ انگور داشتن و تشکیلات داشتن که قادر بودن به شراب درست کنن و ازش استفاده کنن. این نشانه تمدن اصولا یعنی شهرگری. تمدن یعنی مدن، مدن یعنی شهر، مدینه یعنی شهر، تمدن یعنی شهرگری، یعنی شهرنشینی. آثار شهرنشینی در ایران به 10000 سال 11000 سال قبل میرسه، ولی تاریخ مدون، تاریخ ثبت شده، البته تاریخ ثبت شده ایران از زمان ماتا آغاز شده، ولی چون اونجا یک نقطه بزرگی نبوده و مشخصی نبوده، ایران شناسان بهتر دونستن که از تاریخ آغاز هخامنشیان رو بدونن. هخامنشیان کوروش از یک طرف ماد بود و یک طرف پارس بود. مادرش کوروش، بله کوروش، مادرش دختر پادشاه ماد بود و پدرش پادشاه پارس بود، پادشاه انشان بود، و این فرد اومد کشور رو به دست گرفت که هم مادها باش خودشون از خودشون میدونستن، هم پارسا اون از خودشون میدونستن، و حکومت هخامنشی رو درست کرد. خب آغاز حکومت هخامنشی یک شکلی هست که توی تمام کتاب ها، منظورم تمام کتاب ها، نه همه تمام کتاب ها، بلکه تو بسیاری کتاب ها، از جمله کتاب مقدس تورات بارها و بارها ذکر شده. پس یک محل شناخته شده اید. اگر من بپرسن تو تاریخ چیه، مثلا فرض کن تاریخ تولدت کیه، وقتی من برسم به 2557 که البته مثلا امروز 2005 تولد من میشه 2000 مثلا قبل از اون 2000
400 خورده ای مثلا 480 فرض کنید 470 فرض کنید. خب وقتی من میگم تاریخ من تاریخ تولد من 2470 هست، میگم خب تا 2470 سال چی؟ میگم 2070 سال 2470 سال از پادشاهی کوروش. خب همه میفهمن کیو من میگم، همه بگم تاریخم چند دو 1395 1395 کی از کجا شد؟ از وقتی که آقای محمد فرار کردن، این تاریخ ما از اونجایی که آقای محمد فرار کردن از اون فرار ما تاریخ اون جور شد. طرف تو درش میخنده به من، میگه اولا که فرار که تاریخ نیست که، شروع تاریخ از فرار که نمیذارن که، مثل که شروع تاریخ از خراب شدن خونه و مثلا حاکم و فلانجا و از خراب شدن خونه که تاریخ داره تو. اگه بگین از افتتاح قصرش آقای سروی یه پیام گذاشتن، خیلی ممنونم ازشون پیام گذاشتن. در ضمن این پیامشون به دو نکته اشاره کردن، یکی اینکه اول گفتن، اول در پیامشون گفتن که من دارم تحقیق کنم. من گفتم چه خوب آقای سروی میرن تحقیق میکنن، اطلاعات میدن به ما، چی یاد میدن که ببینم آغاز تقویم دیگر و مردمان چطوریه. چون ما الان تقویم ایرانی رو میدونیم آغازش 2575 هخامنشی است، تقویم اسلامی رو میدونیم که شمسی که ما به کار میبریم 1395 شمسی فراری است، یعنی روی خورشید حساب میشه از فرار. و تقویم های دیگر رو نمیدونیم، مثلا ما نمیدونیم تقویم یهودی ها از کجا آغاز میشه، تقویم چینی ها از کجا آغاز میشه. آقای سوربی گفتم من میرم تحقیق کنم، بعد آخر سر گفتن که خب چون خوبه شما تحقیق کنید برای ما بگین. والا منم سعی میکنم تحقیق کنم، اتفاقا به دو سه نفر گفتم که مثلا اسپانیش بودم بگم تاریخ مثلا کشور شما قبل از هجوم اروپایی ها چجوری بوده، چون مایه ها و استکا تمدن های بزرگی بودن در امریکای مرکزی و امریکای جنوبی و اینا رو بهشون گفتم تحقیق من. ولی خب این تحقیق رو اگر یه جوون اینترنت میدونست، خب اگر حالا تحقیق میدونن خیلی راحت میرفت در گوگل تحقیق میکرد، منم بعد این کار بکنم. در حال وقت میخواد دیگه. حالا به هر حال آقای سوری اول قول دادن خود چو بکنم، من گفتم تو بکن. حالا بکن. بعدم آقای سوری میگن که من دفعه پیش گفتم تو خانه سازی اسرائیل گفتم در جای ایرانی. آقای سوری من منظورم نیست که برن الکی خونه سازی کنم، بلکه خونه سازی کنم. من منظورم اینه که مثلا مثال میزنم تو شاید یادتون باشه در ایران در زمان شاه اسرائیلی ها اومده بودن بعد جاها خاک رو اجاره کرده بودن، یعنی مثلا دشت بایری که مالکش دولته از دولت اجاره کردن، اونجا شروع کردن خانه سازی، این کشاورزی فلان محصولات خودشون داشتن میفروختن و خب اجاره اونجا رو به این دولت ایران میدادن. من منظورم بود که اینا میتونن در خاک همسایگان با اجاره سرزمینی خانه سازی کنن، اگر بخوان تو اون خانه ها سکونت کنن یا اگر بخوان مثلا اون خانه ها رو اجاره بدن یا سود ببرن. در حال یک نوع خانه سازی در واقع سیاست شخص دولت، یعنی دولت که نمیره خانه بسازه که، شرکت های خانه سازی، شرکت های ساختمانی میرن خانه میسازن، شرکت های ساختمانی به دولت فشار میارن که اجازه بگیرن برن مثلا در فلان جا که قرار نیست خانه سازی بشه شروع کنن خانه سازی. و خب این کار رو میتونن خانه سازی برای سود میکنن، برای که خانه ها رو بسازن یا اجاره بدن یا فروش بدن. این کار رو میتونن در مثلا فرض کنیم که در خاک اردن، در خاک سوریه، در خاک لبنان، در جاهای دیگه به صورت زمین های اجاری و خانه سازی. البته اصل سیاست ببینید، من یک چهار تا مقاله نوشتم، یعنی سه تاش نوشتم، یکی آخریشو ننوشتم، یه تو ذهنم بالا پای میره هنوز جور نشده تا روی کاغذ بیاد. نوشتم که چجور شد مثلا ایران، این که مثلا مقاله اول این که ما یک نزدیک 1200 سال ابر قدرت دنیا بود، مقاله دوم اینه که چجوری شد، به چه دلایلی ما ابر قدرت شدیم، مقاله سوم اینه که ما چجوری پس سقوط کردیم.
مقاله چهارمی که چه کنیم که دوباره ابرقدرت بشیم یا ابرقدرت نشیم، حداقل یک کشور مترقی بشیم. الان بسیار کشور هستن در از خودشون از جهان سوم میکنن بیرون. ژاپن که مدت هاست خود چکید بیرون، چین الان خودش یه پا ابرقدرته، مالزی، سنگاپور به سرعت پیشرفت میکنن، هند به سرعت پیشرفت میکنه. حالا لازم نیست که ما مثلا روسیه و امریکا بشیم که، بلکه یک کشور قوی جهان باشیم، یک کشورهای خوب جهان باشیم. برای این کار باید یک کاری بکنیم. حالا ببینید، من در مقالم، حالا مقاله سه رو این دفعه براتون میگم، در مقاله دو، البته اسم این سری مقاله ها هم آقای میرزا آقا عسکری مانی، شاعر بزرگ کشورمون، اسمشو از ایشون کمک گرفتم گذاشت اسمشو فراز و فرود. یعنی ما در فراز بودیم، در فرود شدیم، اومدیم نشستیم فرودگاه کشور فعلی نمیدونم، در فرودگاه نشستیم. بعد خب من اینجا گفتم که این یه مقدار فلسفه دین زردوش. ببینید، من هیچ کدوم هیچ پیغمبری رو از جانب خدا نمیدونم. خدا اگه بخواد به من یه چیزی بخواد بگه، اگه آقای محمد و فرستاده که 1400 سال برای من یه پیغام گذاشته، من به این خدا میگم خدای فلج، خدای هندیکپ، خدای علیل. باید خدا، آقای اوباما با مردمش هر لحظه بخواد حرف میزنه، خدا نمیتونه به من حرف بزنه. خدا اگر بخواد به من یک دستوری بده، گفتم این دستور رو توی ذهن من جاسازی میکنه از قبل. براتون گفتم مثلا و همه خروس های دنیا قبل از طلوع آفتاب غوغو میکنن، همه مادرها وقتی نوزادشون به دنیا میاد، بین مادر نوزاد یه رابطه برقرار میشه که اون رابطه یاد داده شده نیست، کسی بهشون نگفته این کار رو بکنه، اوتوماتیک این کار میکنه. تو ذهن مادر و تو ذهن بچه اینو گذاشتن، یعنی این توش هست. شما اسمش میذارید غریزه، برای غریزه یه چیزی که یه نفر گذاشته، این غریزه رو دیگه اینجوریه. خب ولی آموز، من بازم میگم من از دین زردوش دفاع نمیکنم، دین زردوش هم مثل بقیه دین ها پر از خرافاته، ولی من خویاشو دارم برمیدارم. آموزه های دین زردوش باعث شد که ما 1200 سال آقای جهان باشیم. آموزه های موسا باعث شد که قوم یهود همیشه در بسارت باشن، یا در جنگ باشن، یا در مرز کشتار. الان که مثلا فرض کنیم که کشور اسرائیل فکر میکنم باید مثلا 70 سال باشه که تشکیل شده، در این 70 سال یک روز آب خوش از گلوی مردم نرفته پایین، همیشه درگیر بودن. این آموزه های دین یهوده، این دین یهود آموزش اینطوری که مثلا فرض کنه که وقتی که مردم موسا میخواد قومشو بالاخره مصر بیاره بیرون، بالاخره فرعون بعد از چند بار قبول کردن، قبول نکردن، قبول کردن، قبول نکردن، آخرین باری که قبول میکنه، موسا به قومش دستور میده که برید از همسایه مصریتون چیزایی که گران قیمت رو قرض بگیرید، تو ما فردا صبح زود از اینجا میریم اینا رو با خودمون میبریم. خب ببینید، این آموزه درست نیست. خب این آموزه غلط باعث میشه که ملت راه غلط بره. البته من منکر نیستم که بین یهودی ها بزرگترین نابغه های جهان بودن از هر رشته، مثلا فرض کنیم، مثال بزنیم، اگر بگیم جایزه نوبل هیچ ایرانی هیچ اینا نبردن، مثلا فرض کنیم که خانم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل رو برده و جایزه فیزیک و شیمی و ریاضی اینا روش ایرانی نبرده، ولی یهودی تعداد زیادی، یا همینطور در جاهای مختلف بزرگان اونایی که دنیا رو تغییر دادن یهودی بودن. اینشتین یهودی بوده، کارل مارکس یهودی بوده و بسیار دیگه که اینا که جهان رو تغییر دادن. ولی فلسفه دین یهود فلسفه خوبی نیست. خب من میپرسید فلسفه مسیح چی؟ فلسفه مسیح چیز خوبی نبوده. مسیحی که این ور زدن این ورم بزن، پیرانت خواستن کتم بده، این فلسفه درست نیست. شما هیچ جای تورات، ببخشید انجیل، چهار تا انجیل ببخشید، چهار تا
حواریون این سوی نوشته شده. تو هیچ کدومشون دیدید بگید دارید که کتاب عوض کنی؟ نه. پس این فلسفه خوبی نیست. حالا سوال میکنید، حتما به این سوال میرسید، پس چرا مسیحیان از همه بالاترن الان؟ مثلا فرض کنید که امریکا، کانادا، اروپا، مسیحیان از وقتی رشد کردن که دینشون رو عوض کردن، مذهب پروتستان اومد. از زمانی که پروتستان اومد، از رنسانس بود که ترقی در اروپا آغاز شد، وگرنه قبلش اروپایی کسی نبودن. همه عثمانی‌ها تا نصف اروپا رو گرفته بودن. خب حالا من درباره همین فراز و فرود قسمت سوم میگم. قسمت سوم این که ما با آموزهای زردشت، با فلسفه دین زردشت، یعنی اساسش فلسفه دین زردشت، که در چند جمله خلاصه کنیم، این که مزدا، مشیا و مشیانه، یعنی مرد و زن، یعنی مثلا به زبان خودمونی آدم و حوا، مشیا و مشیانه رو خلق کرد، گفت من شما را از زندگی گیاهی به مردمی تبدیل کردم. خب از گیاه نمیشه به مردمی تبدیل کرد، ولی اقلا بهتر از این که اگل به مردمی تبدیل کنیم. بعد میگه من شما را از زندگی گیاهی به زندگی مردمی تبدیل کردم و شما حاکم بر زمینی، شما باید زمین رو اداره کنید و بر اساس خردتون و بر اساس این چیزی که من میگم، بر اساس داد یعنی عدالت، دادگستری، بر اساس آبادسازی، بر اساس دهشمندی و بر اساس شادزیستی. و بعد میگه من با بدیها یا با اهریمن در حال جنگم، به من کمک کنید تا من بجنگم. ای ببینید چی شد، مرد و زن رو خلق کرده، میگه که شما این مرد این کار کنید، خردتونم راهنماتونه، به منم کمک کنید بریم به جنگی. عیسی میگه این ورد سیزادن این ورد هم بکن. خب فلسفه ی دین و مذهب فرق میکنه. ببینید در قسمت چهارم این چهار مقاله که اسمش بود فراز و فرود، یه قسمت تو ذهنم اینه که اینه بگم. ببینید ما میگن هر چقدر شما در این دنیا ستم بکشید، در اون دنیا وضعیتون بهتر میشه. خب با این فلسفه ما چجوری میتونیم ترقی کنیم؟ هر چقدر در دنیا ستم بکشید، در اون دنیا وضعیتون بهتره. پس اومدن زندن تو سرمون، میگیم خب خوب شد دیگه، اون دنیا بابت همین صدمه یا اون چیز جایزه میگیریم. یا ببینید من نمیم چرا مردم توجه نمی کنن. اگر من اشتباه میکنم بیاید به من اشتباه منو بگید. ببینید ما مسلمان ها هر روز 17 بار نماز میخونیم، 17 رکعت نماز میخونیم، 15 بار نماز میخونیم، ولی در جمع رکعتاش میشه 17 رکعت. و هر دفعه میگیم خدای ما به راه راست هدایت کن، یعنی من خودم نمیتونم راه راست برم، یعنی ما بازیچه دست خدایی. یعنی ما آدما در دین اسلام هیچ کاره ایم. البته اینا من تو مقالم نمیتونم بنویسم، برای که اون مقاله رو برای یه جایی بنویسم که باید دست و عصا را برم، نمیشه خیلی واضح آدم نظرش بگه، ولی ما اسیر دست خداییم. بعد میگیم خدایا، نمیگیم به خدا، نمیگیم خوب توجه کنید، خواهش میکنم توجه، به خدا نمیگیم که خدایا ما را به راه نکوکاران راهنمایی کن، ما را به راه آدمای خوب راهنمایی کن، ما را به راه آدمای مثلا پرهیزکار راهنمایی کن. اینا روش کدوم نمیگیم. ما میگیم ما را به راه اونایی که انعمت علیهم بهشون نشون دادی هدایت کن. یعنی ما میگیم به خدا، خدایا ما را به راه اونایی که دوستشون داشتی هدایت کن، نه به راه اونایی که از بدتون میامن. یعنی اعمال ما، کردار ما هیچ اثری نداره در به صلاح راهایی خودمون یا خوبی خودمون. اون خداست که نگاه میکنه. من 10 بار اینو تکرار کنم، 10 بار که هیچی، 500 بار دیگم تکرار میکنم. خدایی که ما هر روز بهش 17 رکعت نماز میخونیم بهش، این خدا اینجوری نگاه میکنه.
الان تعلیه یکی دیگه نمیم کنه مقصود علیه. این چی شد آخه؟ این چی عدالتی شد؟ من این همه کارهای را درست بکنم آخر سر مغضوب علیهم قلب بکنم. یادم گفتم توی فقه شیعه میگه که توی آسمون یک این طرف گوشه آسمون یک شهری به نام جابلغا. این توی آسمون شهره. خب ببینید آخه من چجوری فکر کنم؟ من دیگه چجوری برم دنبال فیزیک و چیمی؟ من تا آخر عمرم فکر کنم این شهره چجوریه؟ این شهر 1000 تا دروازه داره، هر دروازهش 1000 تا مأمور داره. ای بابا 1,000,000 نفر مأمور نگه دروازه های شهر هم، پس این شهر چند میلیون جمعیت داره. من اگه مسلمان شیعه واقعی باشم تمام نوجوانیم جوانیم فکر میکنم که این چجوری میشه؟ شهره تو آسمون چطور نمیفته؟ چجوریه این شهره؟ همش ساخته هزیونه یک مثلا ملای بی سواد احمق که بار و لنوار ملا محمد باقر مجلسی نمیم از این حرفا در زمان شاه عباس صفویه اینها نمیشتن. ولی خب ما که مسلمانیم شیعه ایم، این فقه شیعه ایناست دیگه. اینقدر دستور دادن حتی توالت میخوای بری باید هم در که میری اینه بگی، اول پاتو میذاری اونو بگی، میخوای بری سر اونجا بشینی اول فلان پات رو بذار فلان رو بخور. دیگه من کی فکر کنم که شیمی و فیزیک رو بفهمم؟ دیگه من کی فکر کنم که اقتصاد چجوریه؟ دیگه کی من فکر کنم که مثلا فرض کنیم که اون کشاورزی خودم رو چجوری توسعه بدم؟ پس عقب مونده میشم دیگه. یا در هند بودایی شدن، بودا میگه که شما برای که غم نخورید به چیزی دل نبندید. اینکه این بودا گفته ها، ولی در ایران تمام پایه تصوف و عرفان همینه. بسیار آدمای فهمیده دکتر مهندس میرن اونجا میشینن شعر میخونن که من فقیرم، من نمیدونم پای اتداریان چوبین بود، پای چوبین سخت میتمکین بودم، من دیوانه شدم، دیوانه هم خدایا من دیوانه کن، من دیوانگی از همه چی بهتر هست. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای تحصیل کرده، خجالت نمی کشی میری اینا رو میگی یا نمیفهمی چی میگی؟ میفهمی که حالا بگیتر بریم به مقاله سوم. چرا ما شکست خورد؟ من یک مقایسه کوچیک میکنم. ببینید کوروش که به پادشاهی رسید رفت بابل. من اینو بگم، البته من این مقاله اولو نوشتم ولی مقاله اولو باید دوباره بنویسم، باید خیلی بیاره بعدن یادم میاد که اینا بود. ببینید تا قبل از کوروش اداره جهان به چه شکلی بود؟ تا قبل از کوروش اداره جهان به صورت همون قذوه های آقای محمد بود، یعنی حمله ناگهانی غارت. ماتها یک حکومت، اولین حکومت رو در این فلات، حکومت واقعی رو ماتها درست کردن. دیاوکو و هوخشتره یه اشتباه نکنم. من معتقدم که یک ویولونیست میگه که اگه من 3 روز ویولون نزنم بعد که برم سراغش خودم میفهمم دستم ضعیف شده، اگه 10 روز نزنم موسیقیدان ها میفهمن، بعد 10 روز برم سراغ ویولون موسیقیدان ها میفهمن که من دارم ضعیف میزنم، و اگر 2 ماه نزنم همه میفهمم من ضعیف میزنم. حالا کسانی هستن، من دوستانی دارم میگن آقا ما همه چیز رو مطالعه کردیم. البته ممکنه شما نابغه باشید، هر چیزی رو خوندید تو ذهنتون مونده، ولی اگه آدم معمولی مثل من باشید هر چی خوندید یواش یواش یادتون میره. مثلا من کتاب روزگاران دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو خوندم و در اونجا دقیقا توضیح میده که در فلات ایران قبل از حکومت هخامنشی کیا بودن، چجوری بود، چجوری بود، و حکومت ماتها رو توضیح میده. اما من الان در اسم دیاوکو و وخشتره شک کردم. خب به هر حال دو نفر آدم بودن دیگه. یه نفر اول اومدن بهش جمع شدن یه دیر عالی سرزمینی، همون سرزمین ایران، گفتن آقا
بیا بین برای ما قاضی بشو، هر وقت دعوامون شد تو بیا ببینو حکم کن. چون دعوا که میشد کودککاری میشد، کشت و کشتار میشد، سر آب، سر علف، سر فلان. این اومد قاضی شد که مثلا فرض کنین علفسار تا اینجاش مال شما، خط گذاشت تا اینجاش مال شما، این آب مثلا از این ساعت تا این ساعت مال شما، از این ساعت تا این ساعت مال اون، از این ساعت تا مال اون. اینجوری قاضی شد. بعد دید اه همه زندگی شده قضاوت بین اینا مردم، خودش به کار خودش نمیرسه، گناه مثلا نمیخوام قاضی بشه. دوباره مردم دیدن با دعوا و نزاع اینا شروع شد، اومدن گفتن این دفعه آقا بیا تو قاضی بشه و ما باید پول میدیم. یعنی ما از طعم مثلا محصولات خودمون مثلا یه درصد کوچیکی به تو میدیم، هر کدوم مثلا 5% از محصولمون رو بدیم به تو کلی ثروتمند میشی، عوضش نگهبانم بگیر، مامورم بگیر، تا اگرم کسی به حرفت گوش نداد با اون مامورین تنبیهش کنی. این شد اولین پادشاه این سرزمین. قبل از این پادشاهان دیگری در سرزمین‌های مختلف بودن و بخشی از ایران تحت سلطه اونا بوده، ایلامی ها بودن، سومری ها بودن، آشوری ها بودن، اینا بودن. وقتی که دولت ماد تشکیل شد، دولت ماد خراجگذار آشور بود، ولی کردن کلفت‌های آشور مثل مثلا اینجوری من برگم مثل الان فرض کنید که یک گاوداری، گوسفندداری، ماهداری، این تمام پولای مربوطه رو نمیدونم مالیات و فلان و اینا رو همه رو میده، منتها یه دفعه 4 تا پاسدار میان اومدیم چیز کنیم بگردیم خلاصه یه چیزی باید به اینا بده دیگه، یعنی اینا خراج اینجوری هم میگیرن. در اونجام خود دولت ایران یعنی ماتا به آشوری ها باید میدادن، ولی گاهی وقتا گردنکش های کشور آشور میامدن یه دفعه حمله و غارت میکنن. حمله و غارت میکنن چیکار میکنن؟ مردایی میرفتن جلوشو میکشتن، زنهای دختر رو بر میداشتن، گاب و اسفنده رو بر میداشتن. ده برو خب کوروش که پادشاه شد بر اساس آموزه های زردوش، وقتی رفت وارد بابل شد یادش بود که داد باید، داد حکم میگه دستورات داده، داد یعنی عدالت، عدالت یعنی دادگستری، دادگستری یعنی به کسی ستم نکردن. پس وقتی که کوروش یکی از آموزه هاش داده، خب یکی از آموزه هاش داده، این بهش آموزش داده شده، میگه که خب من که اگر اینا رو خارت کنم که داد نیست که، این بیداده، من اگر اینا رو به بردگی بگیرم که داد نیست، این بیداده. پس به سربازاش دستور میده هیچ دیواری خراب نشه، هیچ درختی شکسته نشه. بعد میگه که این اسیرا اینجا اینا یهودی هن، چرا اینجا هیچ اسیرشون کردن؟ اینا باید آزاد بشن، دین همه آزاده. حالا میخوام به قسمت سوم، مقاله سوم برم. از این تیکایی که گفتم این رو دریابید، این رو تو ذهنتون نگذارید. کوروش که رفت توی بابل، رفت لباس مردم بابل رو پوشید. اون موقع هر شهر و روستایی لباس مخصوص خودشون داشتن، لباس مردم بابل رو پوشید، رفت توی معبد عبادتگاه اونا، یه خدایی داشتن، یه بتی داشتن که اسمش مردوخ بود یا مردوک بود، رفت به اون بت عبادت کرد. گفت این مردوک، حال من اینی حرفا که نزد بریش توی ایمایات، ای مردوک بزرگ، من از تو سپاسگزاری میکنم که به من کمک کردی، در این جنگ پیروز شدم. اومد بیرون، توجه کردی؟ احترام بعدیان منشور کوروش میگه هر کسی در هر دینی آزاده، به هیچ کس نمیشه زور کرد که این دین داشته باشه نه داشته باشه. من 700 سال بعد اردشیر پاپکان پادشاه ایران میشه، میگه همه دین بهی داشته باشه. بهی، خب بهی یعنی خوبی، دین خوب، دین پاک. خب همه میتونه، مسلمونم آقای محمد هم میتونه میگه من دین بهی آوردم، آقای چنگیز هم میگه من، چنگیز مغول هم میگه من قانون یاسا دین بهی آوردم، عیسی میگه من دین بهی آوردم،
آقای باولا میگه منم دین بهی آخر دین بهی که همین بهی که مثلا به بخوریم بهی بشه چجوری بهی بشه، باید مردم قبول کنن اون دینو، مردم مایل به اون دین باشن و این دین رو دین رسمی سرزمین کرد. ببینید فرق چی ها، کوروش گفت هر کس در دینی داره در دینش آزاده، ارتشی پاپکان گفت دین زرتشتی دین رسمی کشور ایرانه. این آغاز سقوطه، آغاز سقوط اینه که به مردم زور کنیم. البته دوست عزیزم آقای شاهین نژادی کتابی نوشته، من توصیه میکنم این کتاب بگیری بخونیم، کتابیست نوشته که مقدمه بر تاریخ ایران شهری، بسیار میگه که اردشیر و پاپکان که گفت دین زردشت دین رسمیه، ولی گفت همه دینای دیگه هم آزادن. خب ببینیم این تلفن، امیدواریم که تلفن خوب باشه. الو 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 نه تلفن خوبی نبود چون انگلیسی از من هم نفهمیدم قطعش کردم. عرضم به خدمتتون که آقای شاهین نژاد در کتاب مقدمه بر اندیشه ایران شهری، کتاب بسیار خوبی، سیدی هم داره، سیدیشو میتونید تو ماشینتون بذارید همینطوری حرکت میکنید و رو میدید گوش بدید، خیلی خوبه. من اول فکر میکنم اینجوریه، یعنی خاموش کنید روشن کنید بقیهش میگه، نمیره از اول، یا مثلا بیاید روی رادیو دوباره برید روی سیدی باز بقیهش میگه، نمیره از اول و خیلی جالبه. در حال میگه همه دینا آزاد بودن، ولی دین در حال دین رسمی دین زردشتی بود، در حالی که کوروش اصلا دین رسمی نبود، هر کس هر دینی داره. این یک آغاز سقوط. دوم اینکه وقتی که دین رسمی رو زردشتی کردی، یه سری مردم خود به خود مقاومت میکنه، یعنی آدم انسان جوریه که اگه چیزی رو زورش کنی برعکسش عمل میکنه. یه سری مردم، به خصوص مردم شرق ایران، حتی میگن برادر پادشاه ساسانی، یکی از پادشاه ساسانی در اونجا بودایی شد و روی سکه از زردشت که خوبی گفت، از بودا هم خوبی گفت، سکه که میدادن هر جای سکه میدادن دیگه، این سکه که میدادن روش یه شعارهایی را مینوشتن و روی اون شعار نوشت که مثلا درود بر زردشت، درود بر بودا. خب بودا فلسفهشی بود، بودا فلسفهش این بود که میدونید بودا یک شاهزاده بود، ولیعهد بود، زن داشت، قصر داشت، بچه داشت. یه دفعه به فکرش رسید که اگر یک مردی بچهش از دست بده خیلی غصه میخوره. من الان مادرم یادش به خیر زنده، یاد مادرم، بسیار بانوی خوب بود، ولی ما قصه میگفت. یه دفعه میگفتش که یک زنی شوهر کرد در خونه شوهرش، بعد هر روز میامد بیرون میشست گریه میکرد. بهش میگم تو چرا گریه میکنی؟ گفت والا من فکر میکنم اینجا این چوب آبی که این جلو خونه است خیلی آبش تنده، سریعه، بعد من اگه بچه دار بشم، بچه‌ام بیاد راه بره بیفته تو این آب، خب آب میبردش نمیره دیگه. بهش گفتم حالا تو که بچه دار نشدی، بچه‌ام نیفتاد تو آب، حالا چرا گریه میکنه؟ خب بچه ها نظر بیاد دم کوچه لبه آب، بچه ها تو یه مثلا تو خونه میگرداد یه مواظبت کن فلان کن. برای حالا مانی هم اینجوری شد، گفت اگه من بچه هم بمیره، اگه مثلا زنم بمیره، اگه تو بشه قمه گفت بسیار زیادی به من حمله خواهد کرد، پس میام از این قم چجوری نجات پیدا کنم. بعد از رفت توی جنگل دو سال موند و رفت فلان و آخر سر گفت من اینقدر اینطوری میشینم تا راهش پیدا کنم، اگر نه تکون نمیخورم. چند روزی اونطوری نشست و فلان، بالاخره فهمید که بهتره که به چیزی دل نبندی. خب به چیزی دل نبندیم پس خونم نسازیم، پس این با آبادسازی مغایره، پس مزرعه هم درست نکنیم، پس باغ هم درست نکنیم، پس قنات هم درست نکنیم که آب از دل کوه در بیاریم. زردوش میگه دست هایی که بذر می افشاند اینا عشاییه، یعنی قابل ستایشه. خب به چیزی دل نبندیم دیگه، یه چی دیگه. امروز مثلا هندوستان هم خب میدونید
یه هوا شطوری که دیگه همینطوری بیرون میخوابن دیگه، میرم اینجوری تو جنگل میخوابیم، چهار تا میوهی میکنیم، یه اگه مثلا شکاری پیدا کنیم گویی گوشت هم بسکه نمیخورن، برحال این کار میکنیم و آره گوشت نمیخورن. یه دوستی ما داریم میگه که من یه روز کله پاچه پختیم، استخوناش بردیم زیر با درخت چای کردیم که مثلا درخت خواهی بشه، یارو اومد فریاد داد فلان اینا که شما چرا حیوانو کشتید، شما نباید این کارو میکردید، خیلی کار زشتی کردید، برو نزدیکو کتک بخوره اونجا. بعد آقای مانی ظاهر شد، آقای مانی اومد گفتش که خدا اینو یکی بگم از توی کتاب تاریخ کامل ایران دکتر عبدالله رازی تو گفت صفحه 104-105 باشه، برحال میتونه مانی را آدم را آسو میتونه پیدا کنه دیگه. بعد مانی گفت به من یه پیغمبری یه فرشته بر من نازل شد از جانب خدا، گفت تو پیغمبر شدی. و بعد گفت تو یادت باشه که گوشت و شراب نخوری، به زنها هم نزدیک نشی. خب ببینید یعنی ریاضت بکشی دیگه. یک مثلا جوونی خب دوست داره با زنها ارتباط داشته باشه، ارتباط نداشته باشه، گوشت نخور، شراب هم نخور، خب بگذاریم که مثلا عرق خوردن و فلان کار بدیه، ولی شراب خوردن بسیار اروپایی همیشه سر شامشون یه بود شراب باز میکنن هر کدوم یه لیوان میخورن، چرا نخوری؟ و دستوراتش همون دستورات تصوف و صوفیگری اینا بود و این باز خراب کرد، یعنی اون اولین خراب کردن دین رسمی دین زردشتی، بعد دومی خراب کردن عده مردم پیرو بودا شدن، سومی خراب کردن عده مردم پیرو مانی شدن و بالاخره مانی با این کاراش یک کاری کرد که نظم اقتصاد به هم خورد، یعنی اون افرادی که میرفتن کشاورزی میکنن محصول تولید میکنن دام پرورش میدن اینا، یا به شروعش گفتن که اون دام برای چی پرورش بدیم؟ البته مانی نگفت هیچ کی نخور، گفت فرشته به من گفت نخور. و اونایی که روحانیون تراز اول این دین هستن اونا هم نخورن، ولی مردم معمولی میتونن بخورن. ولی خب مردم معمولی وقتی پیغمبرشون میگه من گوشت نمیخورم، مردم معمولی هم داره خجالت میکشن گوشت بخورن دیگه، پس دیگه برای چی گوسفند پرورش بدن؟ برای چی گاو پرورش بدن؟ برای چی مزرعه داشته باشن؟ این باز ضربه دوم رو به نظم اون دولت ساسانی زد و چند مدت زیادی بی نظمی ایجاد کرد تا مانی رو محاکمه کردن و به کمک همراه یارانش کشتنش. البته اهورامزدا میگه که من با بدی ها می جنگم، فکر نکنید کشتن یه دی الان اومدن میگن که ما هیچ کس رو نمیخوایم اعدام کنیم در ایران. آقا خانم آقای من پاس سوئدی داشتم، یعنی سیتیزن سوئد بودم، در کشور سوئد اعدام نیست. آقا همه چی دارن اونا، اگه کار نکنی بهت پول میدن، اگه مریض بشی بهت پول میدن، اگه پول نشوشی بدتر بذاری مدرسه پول مدرسهشو میدن. انگیزه ای برای کشتن نمیمونه، انگیزه ای برای دزدی نمیمونه. در کشور ما اینجوری نیست، یارو زن بچهش گرسنه میره مواد مخدر میفروشه میگیرن اعدامش میکنن. خب اون وقتی که زن بچهش گرسنه، وقتی که هیچ راهی داری میزنه کار نمیتونه بیاره، بهش میگه این بستر از اینکه ببره بزن اونجا مثلا بهت 50 دلار میدی، کله ملخ میزنه میره، ده تا 50 دلار میگیره به قول معروف چشت خور میشه، بعد میره بالاخره گیر میفته، گیر کفتاد اعدامش میکنه. یا میرن آقا توی باغ که مهمونی خانوادگیه، مردا رو دستاشون میبندن پاشون میبندن، به زنها در حضورشون تجاوز میکنن. خب این آدم رو باید بکشیم. ما هنوز توی سوئد هیچ وقت این اتفاق نمیفته، برای که توی سوئد هر مردی
بخواد مثلا فرض کنیم که یک کاری بکنه، خب دوست دختری داره، فلانی داره، جایی داره، آسونه، خیلی خیلی راحت این کار. ولی در ایران اینجوری نیست. ما نمیتونیم، ما اول باید زندگی رو یک کاری کنیم که عوامل دزدی و قتل و اینا رو کم بکنیم و بین ببریم، بعد بگیم حالا اگه قاتل کسی، حالا کسی رفت آدم کش، این مریض حتما دیگه، چون که همه چی برش فراهم بوده، رفت آدم کشته. اما الان ما باید بر اساس زردشت میگه من با اهریمن در جنگم، بیاید به من کمک کنیم بجنگم باش. کسی که آدم کشی میکنه این قوای اهریمنه، سرباز اهریمنه، اینو باید کشتش. کسی که میاد نظم جامعه رو به هم میزنه سرباز اهریمنه، باید کشتش. به هر حال گذشت تا قباد، شاه قباد پادشاه شد. شاه قباد از پادشاه های آخرین ساسانی است. بعد از قباد انوشیروان شد، بعدش هرمز شد، بعد خسرو پرویز شد، بعد دیگه تق تق شد. حالا در زمان قباد مزدک ظاهر. حالا ببینید فرق رفتار رو ببینید، رفتار غلط. در زمان اردشیر و بابکان سلسله به اصطلاح ساسانیان، خب اردشیر بابکان پادشاه اشکانی رو شکست بود، گنج های اونو گرفت و خزانش پر بود از اول، بعد هم خب خراج میگرفت، پول میگرفتیه. مردم استخر که آبادترین شهر ایران بود اون زمان، اومدن گفتن آقای نوشیروان بارون نیومده، موضوع خیلی بده، چون ما بیشتر زراعت رو میدونیم در ایران، چون که رودخانه های پر آب نیست، بسیاری از زراعت ها دیمیه. دیمیه یعنی بارون که بیاد زراعت محصول میده، بارون نیاد محصول نمیده. آبو برای باغا و اینا به کار میبردن، برای گندم، گندم آب نمیدادن در ایران، گندم دیمی بود، بارون میومد، این دو سه چهار تا بارون خوب که میومد این گندم ها به محصول میچوردن. برای زارعین اومدن به آقای انوشیروان، به آقای اردشیر بابکان گفتن آقا ما بارون نیومده، بعد اون خیلی خرابه. اردشیر بابکان گفت شما نگران نباشید، من بر شما باران میبارم، در خزانه رو باز کنید، به اینا همه کمک کنید. ببینید یعنی مردمی که دوچار قحطی شدن، شاه از صندوق خودش بهشون کمک میکنه. حالا قباد مزدکی شد، پیرو مزدک شد. شاه قباد، شاه قباد تو همین کتاب، همین مقدمه‌ای بر به اصطلاح اندیشه ایران شهری، تو من اون کتاب شد، کتابش اول خیلی کوچیک بود، خیلی حروفش کوچیک بود و من سینیش گوش میدادم راحت بودم دیگه. منتها کتاب خوبش اینه که وقتی این کتاب میخونی شما میتونی بگی صفحه فلان فلان جا، ولی من الان نمیتونم بگم کجاش نوشته، بلکه میگم تو این هستش. میگه که قباد چون مزدکی شده بوده، وقتی قحطی میشه مردم میان میگن پول نداریم، غذا نداریم، قباد میگه که اگر کسی را مار گزیده باشد و جانش در خطر مرگ باشد و یک کس دیگری باشد که پادزهر داشته باشد و اون پادزهر رو به این فرد مارگزیده نده و فرد مارگزیده بمیره، خونش به گردن اونیست که پادزهر نداده و اون باید کشته شد. ببینیم منظورش چیه؟ منظورش که مردمانی که گرسنه هستن در حال مرگن، مردمانی که غذا تو انبارشون دارن مثل پادزهری که به مار زده میدن، اگر اینو نیارن بدن و این گرسنه بمیره تقصیر اوناست. آقا اردشیر که من خزانم کمک میکنم، تو میگی مردم انبارشون رو بکنن؟ خب دیگه شاه مزدک اولین سوسیالیست تاریخه. قبل از مزدک سوسیالیست زیاد بوده، بعد مزدک هم زیاده. این اولین سوسیالیست تاریخه که در زمان حیات خودش قانونهایی رو گذاشت اجرا شد، حدود 30-40 سال قانونهای این اجرا میشه و در اصل این قانونها خب اومده. مثلا فکر کنید که شما تاجری، ببخشید شما زارعی، پول دادید، زحمت کشیدید، اومدید کاشتید، بلان گندمان جمع کردید، اومدید تو انبارتون گذاشتید، میخواید بفروشید، خرج زندگی بقیه خرج زندگی در میون در وا میکنن، میان گندمای شما رو
آقا این ده کیلو مال شما تموم شد، درم میبندم میرم. خب شما چجوری دوباره میرید گندم بکارید؟ به چه دل خوشی؟ از این بدتر مزدک گفت اونایی که زن ندارن، پول ندارن، زن ندارن، میتونن برن زن عیان اشراف رو استفاده کنن. و اومد به شاخوباد گفت آی شاخوباد، البته اینو من توی یک کتابی خوندم، گفت آقای شاخوباد بذار من با زن شما این کارو بکنم تا مردم قپ این عمل براشون کم بشه، مردم دیگرم عادت کنم به این کار. قبادم گفت باشه. اومد که برای نوشیروان، یه نوجوانی بود، افتاد به پای مزدک گریه کرد، کفش مزدک رو بوسید، پاش رو بوسید، گفت خواهش میکنم این کار رو نکن. با مزدک صرف نظر کرد. خب کارهای مزدک اونقدر جامعه رو بی‌نظم کرد که بزرگان جمع شدن و قباد رو از سلطنت خلع و زندانی کردن. قباد که از سلطنت خلع و زندانی شد فرار کرد از زندان، رفت به ترکان آسیای مرکزی پناه آورد، از اونا کمک گرفت و به کمک اونا اومد دوباره پادشاهی رسید، ولی این بار دیگه هم مزدک دوری کرد، مزدک رو دیگه محلش نذاشت، گفت نه یا پلو من. تا اینکه قباد مرد، پسرش انوشیروان پادشاه شد، پسرش انوشیروان مزدک و تمام مزدکیان رو کشت. خیلی ها گفتن که این قاتله، این عادل، پادشاه عادلی نیست، ولی خب تمام دستورات پادشاهان، دستورات که میدن به چیزاتون، میگن پادشاه کسی است که آدم های خوب رو یاری کنه، آدم های بدجنس رو بکشه. خود مزدا میگه من در جنگم با اهریمن، یعنی ناز و نوازش نداریم با هم، جنگ جنگم با حرف و اینطوری که نیست، که جنگ یعنی کشتن، من دارم میکشم قبای اهریمن رو. مردم به من کمک کنید تا من در این جنگ پیروز بشم. خب به نظر من هیچ به هیچ وجه کشتن مزدک هیچ گناهی بر انوشیروان نیست، برای که مزدک یک کسی است که اومده یک آیینی را آورده که اون آیین به ضرر کشوره، نظم کشور را بمیزن میبره و ممکنه که حمله کنه به کشور، برای که دیگه نظم کشور را بین رفته. خب انوشیروان یه پادشاه بسیار بزرگی بود در سلسله هخامنشی، چند تا پادشاه خیلی بزرگ کردن انوشیروان، بسیار به ادب توجه داشت، کلیل الدمنه را از هند آورد ترجمه کردن، بازی شطرنج را از هند آورد و رواج داد، البته میگن شطرنج و هندی ها آوردن و گفتن که هر کی عقلش بیشتره بهتر کار میکنه. و انوشیروان یه وزیر داشت به نام بزرگمهر، بزرگمهر تخت نرد رو درست کرد، گفت نه شانس و عقل هست، یعنی هر کس خردمند باشه حتما پیروز نیست، بلکه باید شانس هم بیاره، کما اینکه مثلا کوروش یه زمانی به پادشاهی رسید و گل کرد و تمام دنیا، یعنی کوروش وقتی که بود تنها دولت قدرتمند دنیا بود، هنوز روم و یونان و روم اینا نیومده بودن، هنوز قدرت نشده بودن اونا. داریوش وقتی بود تنها قدرت دنیا بود، داریوش در مورد دین، به داریوش خبر دادن که در کارتاژ یعنی تونس فعلی یک بوتی هست به نام ملوخ، مردم جلوی این بوت بچه رو می سوزونن هر مدتی، گفت برید نذارید این کار بشه. گفت آقا مگه مردم در دینشون آزاد نیستن؟ گفت در دینشون آزادن ولی در کشتن آزاد نیستن، هیچ جای سرزمینی که به ما تعلق داره حق نداره کسی رو بکشه. خب برای اینجوری رسیدیم به انوشیروان. انوشیروان گفتم بسیار مملکت رو توسعه داد، زمین های زیر کشت در زمان انوشیروان چند برابر زیاد شد، بسیار عادلانه. میدونید کشاورزان میخوان وقتی که محصول میرسه، چون به هر حال یه بخشیشو به عنوان مالیات باید بدن دیگه، دلشون میخواد که محصول میرسه فورا مأمورین مالیات بیان و با عدالت اون سهمی که باید بگیرن ازشون بگیرن، نه اینکه زیادی بگیرن، نه اینکه زود بیان سراغشون، نه اینکه دیر بیان سراغشون. خود دیر میان مثلا فرض کنید که محصول خدس میره، فرض کنید که شما
انگور به درخت مونده باید بکنید، اگه نکنید اونجا انگور شیرین روی درخت حیوانا میان میخورن چون دیگه رسیدن. یا مثلا بسیاری چیزهای دیگه، انجیر وقتی رسید باید کنده بشه. اینا رو میامدن چی میکردن دیگه، مامورین عادل اینو گذاشت. مامورین عادل میامدن مثلا این مزرعه رو میدیدن تخمین میزدن که مثلا مالیات شما میشه مثلا 150 دلار. اون طرف هم قبول میکرد میداد و پادشاهان مامور میفرستادن برن شهرها بگرن ببینن اگر این خراج که میگیرن ظلم محصول اونقدر کافی نیست که اینا اینقدر بگیرن، کم کنن. گاهی میبخشیدن، گاهی پول میدادن به زارعین. آقا امسال بس خرابه، هیچی نیست، بیایی پول. آتشکده ها پول میدادن. آتشکده ها نهادهای مستقل بودن، مردم با آتشکده مثل مثلا امروز که ما تو امام رضا بیدیم پول میدیم، خوب بشه اون واقعا این کارا میکردن. بعد خواهدون پولا میدادن. اونا البته اینجا مال امام رضا رو میخورن، آقای واعظ طبسی همه میریختن پول میریختن تو امام رضا شفا پیدا کنن. آقای واعظ طبسی با دکتر و دهشیار و پرستارش و فامیل میرفت یه طبقه هتل توی اروپا کرایه میکرد تا بره فلان بیمارستان ببینن که چشه. آقا مرد که تو که این همه میگی این امام رضا شفا میده، بدبخت مردم از اکناف ایران محصولاتشون رو میفروشن میان این که پول میریزن، تو چرا خودت میره اروپا؟ حالا بعد وقتی که آقای انوشیروان از دنیا میره که پادشاه بزرگ بوده، پسرش هرمز پادشاه میشه. هرمز یک سرداری داشته به نام بهرام چوبینه، سردار بسیار بزرگی بود. این هرمز شاه این بهرام چوبینه رو به چند تا جنگ میفرسته و در یکی از این جنگ ها بهرام چوبینه یه شکست کوچیکی میخوره. هرمز مسخرش میکنه، جلوی همه بزرگان من تحقیرش میکنه. خب دیگه ببینید یه چیزایی میشه دیگه، یه چیزی میگن دیگه. به هر حال وقتی بدی به یه نفر حمله کنه دیگه، حالا هی بدی دنبال بدی، هی بدشانسی دنبال بدشانسی. من یه نفر رو میشناسم دلم براش میسوزه. این توی کارخونه کار میکرد، 30 نفر کارگر زیر دستش بودن، اون خوبی هم میگیره. اومد بیرون یا بیرونش کرد، اومد یک کاری گرفت بسیار کم درآمد، ماشینش خراب شد، داغون شد، نتوند دیگه، ماشین قابل تعمیر نبود. بعد یه ماشین دیگه خرید، گفتم بهش تو اگر نمیدونم 90 روزه پولشو بدی دیگه بهره بهره نداره، اگه بعد از اون بدی بهره میده. خودش خوشحال بود که فاینانس خوبی کردن براش. فلان ماشین رو بود گذاشت خونه دختر 16 سالش که معتاد او با این پسر اون پسره، ماشین از خونه برداشت بردی برد فروخت. حالا یه آقای کار ماشین نداره بیاد سر کار، طبعا بیکار شده دیگه، رفته خونه مادرش زندگی میکنه، در رو اتاق خودش بسته، صبح تا شب تنهایی تو اتاق. بعد که میاد بعد میاد من آوردم پلو من کار کنه. گفتیم این مقدار بازاریابی کن، برو این ورون ور. کار ما یه طوریست که اگه شما 4 تا مغازه رو در بزنید، بگید ما کپسول آتش نشانی میفروشیم، تعمیر میکنیم، اینسپکشن میکنیم. من خودم امتحان کردم، 4 تا رو که بری حرف بزنی یکیش میگه بیا بکن. این رفت روز اول 3-4 تا مشتری آورد، روز دوم 3-4 تا مشتری آورد. بعد که دیدیم مثلا در مغازه رو گذاشته راه کرده رفته 20 مایلی اونجا بازاریابی میکنه، بهش گفتم این 20 مایلی که بازاریابی میکنی، از این 20 مایلی یارو بگی یه کپسول من دارم، بیاین اینسپکشن کنید برید، کما یه چیزی برای از جیبمون بزنیم بریم دیگه، ما که نمیتونیم. در حال ما وقتی میریم یه منطقه، در اون منطقه تعدادی مشتری هست، میریم برنامه ریزی میکنیم، میریم اینجا 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 5-6 تا جا رو میریم. اما برای یه دونه جا بخوام بریم یه جا نمیتونیم. یه مثلا کمپانی هستن که زنجیره ای هم، مثل مکدونالد، مکدونالد نیست، اسم چرچ چیکنه. خب این با ما مشتریه، مثلا ما میریم فرض کنیم از شهر هوستون میریم به شهر بومانت که مثلا 1.5 ساعت راهه، اونجا 5-6 تا از اینا رو انجام میدیم سر وقتشه، بعد اینسپکشن بشه. حالا وقتی ما میاد مثلا یه ماه بعد یکیش زنگ میزنه میگه من یه کپسولمو استفاده کردم، بیاید اینو پر کنیم. میگیم باشه ما میاد،
یک امرجنسی تریپ میذاریم، یه سفر اضطراری برات میذاریم، این سفر اضطراری $100 میگیریم خیر از اون کاری که میکنیم، چون یه نفر باید بره اونجا برگرده تمام روزش تموم شد، یه نفر یه روز کاره. حالا مثلا بریم $100 مزد سفر، $100 مثلا هزینه کار $200 بگیریم که اقلا حقوق اون آدم در بیاد. حالا موضوع خیلی خارج شد. به هر حال بعد اومد دیگه، بعد اومد برای کشور اینان و برای کشور ساسانی بعد اومد، البته خودشون هم بعد پایه را بدی گذاشتن. بعد هرمز حمله کرد به این آقای بهرام، بهرام چوبینه حمله کرد به این هرمز، یعنی اون سرداری که تأخیر شده بود و سردار بزرگی بود، حمله کرد و اون پادشاه را پادشاه خلق کرد و کشت. بعد بزرگان اومدن خسرو پرویز پادشاه کردن. خسرو پرویز با بهرام، با خسرو پرویز هم سر سازش نداشت، اومد یه جنگ کرد، خسرو پرویز شکست خورد. جنگ دوم خسرو پرویز شکست خورد. جنگ سوم امپراتور روم به خسرو پرویز کمک کرد و خسرو پرویز به کمک امپراتور روم بر بهرام چوبینه پیروز شد و بهرام چوبینه شکست خورد، فرار کرد، رفت به خاقان چین پناه برد، در اونجا کشته شد به دستی قالبوتارا. بعد آقای خسرو پرویز که پادشاه شد دیگه، حالا دشمن همه برفتن، اولا که سابقه نداشت در تاریخ پادشاهی ساسانی که یک سرداری و پادشاه بشوره، این پایه یک کارهایی بد شد. بعد خسرو پرویز اون امپراتور روم که بهش کمک کرده بود یه سری ریختن، اون امپراتور کمک کرده رو اسمش موریس بود، یه سری ریختن موریس رو و پسرهاشو کشتن و یک کسی دیگه به نام فوکاس امپراتور. خب خسرو پرویز گفت اون موریس حامی من بود، به من کمک کرد، شما اونو چرا کشتید؟ جنگ در گرفت. جنگ هایی که بیش از 25 سال میگن 26 سال جنگ بین ایران روم طول کشیده، یعنی مثلا 4 ماه جنگ میکردن، یه ماه ساکت میشدن، دوباره جنگ میکردن. جنگ های بیهوده. یه سری از این جنگ ها سر صلیبی بوده که عیسی رو به اون صلیب به دار زدن. آقای خسرو پرویز تو که زرد داشتی، اون صلیب به چه درد تو میخوره؟ مثل این که مثلا فرض کنیم ما بریم هند مجسمه بوداشون رو برداریم بیاریم کشورمون. آقای مجسمه بودا به چه درد ما میخوره؟ برای اونا خوبه. برای آقای خسرو پرویز این کارها رو کرد و تا اینکه عزلش کردن، از پادشاهی خلش کردن و محاکمش کردن و اون هیئت قضات چندین اتهامش بستن، گفتن تو سربازا رو سالهای سال دور از وطنشون در مرزها نگه داشتی، پولایی که به دست آوردی خرج جنگ بیهوده کردی و چندین دلیل دیگه که شما از سلطنت خلی. و بعد کشته شد. البته بعد یه اونگه پسرش شیرویه کشتهش، ولی خب اون حاکمانی که محاکمش کردن اون هم دستور قتلش رو داده بودن. حالا شاید مثلا شیرویه میتونسته یه کاری کنه جلو قتل پدرش بگیره و این کار نکرد. شیرویه با پادشاه رسید. شیرویه 17 از برادران دلاور خودشو کشت. خب میدونی خودشو پرویز زن که داشت با اون شیرین هم دختر ترسایی هم با اونم بود دیگه، میدونید که خب بزم خسرو پرویز در تمام دنیا مشهور بود، شعرها و دهنتها و اینا معروف بود دیگه. خب و داستان شیرین و فرهاد هم که خب نظامی گنجوی بود، یعنی این یه خانم شیرین بود خسرو دوست داشت و بعدم زن خسرو شد گویا، و یه فرهادی هم بود که مهندس بود، سنگتراش بود، سنگتراش خب خودش سنگتراشی مهلا اینا هم میگن خودش میگن، ولی خب یه سری کارگر بشه. بعد برحال اونم دوستش داشت از این صحبت ها. وقتی شیروی 17 برادرش میکشه، خب در واقع حکم قتل خودش هم صادر میکنه دیگه، یعنی میگن آقا تو چه پادشاهی؟ یک سردار ایرانی به نام شهرمراز اومد آقای شیرویه رو کشت و خودش پادشاه شد. خب اما قرار نه اون سردارا که بیان پادشاه بشن، که قبلا پادشاهی میگم فر ایزدی داره، فر ایزدی داره یعنی کاراش
اونقدر خوبه که همه مردم از کارای این راضی هن. به این میگفتم فر ریزدی. اگر کار بد میکرد میگفتم فر ریزدی ازش رفت. مثلا خسرو پردیس فر ریزدی ازش رفت، گرفتن زندانی کردن کشتنش. یا مثل قباتشاه وقتی مزدکی شد فر ریزدی ازش رفت، گرفتن زندانیش کردن. یا در جاهای مختلف در اسطوره‌ها هم هست. جمشید پادشاه بزرگی در ایران بود، ولی میخواست خودش هم پادشاه باشه هم رهبر دینی باشه و فر ریزدی ازش رفت. یعنی ازش رفت یه چیز کلش نپرید بره بیرون. مردم گفتن تو دیگه فر ریزدی نداری. فر ریزدی چیزی بود که مردم تشخیص بذارن. و جمشید شاه رو به زندان انداختن، ضحاک آوردن، حاکمش کردن. یعنی شاید یه تیکه کار خوب بود که جمشید زندانش کردن، یه تیکه کار اشتباه بزرگ ملی بود. یعنی ما از این اشتباهات بزرگ ملی توی اساطیر رو اونم میکنیم. حالا من اینو میگم، به هر حال این چنین شد که بعد از فوت، یعنی بعد از کشته شدن خسرو پرویز تا به پادشاهی رسیدن یزدگرد سوم، یزدگرد سوم کسی آخرین پادشاه ساسانی اینجه از عربا شکست خورد. طی 4 سال خانم آقایم، طی 4 سال 12 تا پادشاه بر تخت نشستن که دو تا از اینا دختره خسرو پرویز بودن، آذرمیندخت و پوراندخت و آذرمیندخت. که ما ایرانی ها اینجوری میکنیم بابا ما پادشاه زن و زنان و ما پادشاه بودن. نه بابا، کسی نبود، همه رو کشته بودن. و در آخر یزدگرد رو دینوری یک مورخ بزرگ میگه 16 ساله بود، ولی طبری که اونم یک مورخ بسیار بزرگه میگه 8 ساله بود پادشاه شد. کسی نبود دیگه، یعنی آدم 20 ساله از خاندان ساسانی نمونده بود، آدم 25 ساله نمونده بود، 16 ساله 18 ساله هم نمونده بود. این بچه رو آوردن پادشاهش کرد. خب دیگه اگه عربا به ایران حمله نمی کردن بازم ایران افتاده بود دیگه، فرق نمی کرد دیگه. زوال ساسانیان رسید به اینجا. پس بنابراین من 3 مقاله، ما ابرقدرت بودیم، 2 چگونه ابرقدرت شدیم، 3 چگونه از ابرقدرتی افتادیم. ما 1200 سال بر نیمی از جهان، در آغازش بر تمام قسمت متمدن جهان کوروش و داریوش، ولی از بعدش از خشایارشا به بعد همواره بر نیمی از جهان، ما بر نیمی جهان با آقامنشی حکومت میکردیم. بردهداری نداشتیم، قتل نداشتیم، خارت نداشتیم، کارگرها رو پول میدادیم. اون نیمه جهان با قتل و قارت و آدمکشی و بردگیری و انداختن مسیحیان جلوی شیرهای گرسنه و برده ها رو گلادیاتورها رو وادار به کشتن همدیگی کردن و آقای نورون شهر روم آتیش زد و گریه کرد، آهنگ زد، اشکاشو گفت اشکای من که همینطوری آهنگ میزنم و دارم آواز میخونم و ساز میزنم، شما اشکای من تو اون بطری جمع کنید. خب دیوانگی از این بیشتر میشه؟ خب اینم از این. حالا دفعه دیگه مقاله 4 رو میگم، از همه سخت داره که چگونه سر بلند کنیم دوباره، فراز و فرود دوباره چجوری فراز برسیم. خب این مقاله رو براتون میخونم، یه تیکایشو میخونم. این مقاله یه مروریست بر رژیم اسلامی در ایران که اصول اعتقادات از همینطور مرحله به مرحله چجوری رفته. مقاله بسیار طولانی و بزرگی، یعنی اینقدره، ولی خب من اینقدره که بخونم شما که خوابتون میبره که من خودم خوابم برم. من تیکایشو علامت دادم و این تیکایی که علامت دادم براتون میخونم. نویسنده مقاله فریدون خاونده، درست؟ ملاحظه کنید، ببین اینجا رو من علامت دادم، یعنی از این بالا این تیکه همه رو گذاشتم، این تیکه رو، یعنی اینجور را رو من میخونم. یک شاید مثلا من دارم برای شما نمیدونم
10% مقاله رو که میخونم، اون چیزی که به نظرم میاد که تمام اساره مقاله تو این چند جمله است. روحانی گفته که ما وقتی گفته ما یه مدت صبر کرده، منم صبر کردم، گفته که ما از برجام یک عبور کردیم و امروز باید برجام دو را آغاز کنیم و همه از جمله موافق دولت و معتقد باید دست به دست هم بدهیم، چرا که با یک دیگر اختلاف نداریم، یعنی در جهت ترقی کشورمون با هم دیگه اختلاف نداریم، که مخالف چه مخالف موافق باید به هم دست بدیم. روحانی در پیام نوروزی امسال خود بار دیگر به مفهوم برجام دو در رابطه با ضرورت خارج ساختن کشور از دشواری‌های اقتصادی به کار برد و گفت ما می‌توانیم با تلاش و کوشش همگانی به رشد 5% برسیم، رشدی که نسبت به همه کشورهای همسایه‌مان بیشتر باشد، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد و بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. آنچه برای ملت ما مهم است اشتغال پایدار است و این کار در سال 1395 با برجام دو انشاءالله شروع خواهد شد. 3. چگونگی استفاده از مفهوم برجام دو با واکنش منفی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و او در سخنرانی خود به مناسبت نخستین روز سال نو در حرم امام هشتمی شیعیان چنین گفت: فردا میگویند همانطور که توافق هسته‌ای برجام نام گرفت، گفتگو با امریکا در موارد دیگر میتواند برجام های 2، 3، و 4 باشد. تا با این گفتگوها و توافقها مردم راحت زندگی کنند و مشکلات آنها حل شود. آیت الله خامنه ای این تفکر را خطرناک توصیف کرد، زیرا به گفته او باعث خواهد شد که ایران در راه نزدیک شدن به امریکا حمایت از ملت‌های فلسطین و یمن و بحرین را کنار بگذارد. ببینید چه افرادی تو کشور ما حکومت میکنن. ما چقدر ضعیف شدیم. آقای رهبر کشور ما میگه که اگه این راهی که روحانی میگه بریم، ممکنه مشکلات رفع بشه و ما فراموش کنیم حمایت از بحرین و فلسطین و یمن رو. ما برای زندگی مردم خودمون مهمتره یا حمایت از یمن و فلان؟ آقا این که با یمن از یمنی ها حمایت کردی، این که پدر اقتصادت که در اومد که نفتت ارزون شد، نصف شد، یک سوم شد، یک چهارم شد، به لجبازی اون یک کلخری که اون بر حاکمه عربستان سعودی. من یه 6 سال تو یه شهری بودم به نام تفرش، خیلی دلم میخواد منم برم اونجا رو ببینم. اون شهر بسیار زیبایی بود، یه شهری بود که دورش همه طرف کوه بود. بعد در این شهر مردم یه مسئله داشتن، گفتن خر خلج، یعنی یه قومی بودن خلج بهشون بودن، یه دی بود خلج، یه اون خلج خراب، یه خر خلج یعنی خلج خرای داره که اون خره حاضره خودشو بندازه تو دره بمیره تا اینکه به صاحبش ضرر بزنه. حالا عربستان سعودی هم نفتش به 1/3 قیمت میفروشه که به ایران ضرر بزنه. چرا این کارو میکنه؟ چون ایران به حوثی های بحرین کمک میکنه. آخه چرا؟ چون که حوثی ها شیعه باشن. مگه بر ما شیعه و سنی چه فرق میکنه؟ بر ما مسلمان و مسیحی چه فرق میکنه؟ آیت الله احمد خاتمی، احمد خاتمی با اون محمد خاتمی اشتباه نکنه، این آدم کله غریب، در اولین نماز جمعه سال جدید
به زبان آورد. او گفت که از آغاز شکلگیری جمهوری اسلامی در ایران همواره دو تفکر در درون نظام وجود داشته است. بر پایه تفکر اول، حکومت ایران مانند دیگر حکومت‌های جهان است، حالا که تفکر دوم این حکومت را به دلیل اسلامی بودن آن از دیگر حکومت‌ها متفاوت می‌داند. احمد خاتمی اصلاح برجام دو را ساخته و پرداخته تفکر اول دانست. تفکر اول یعنی ایران بشه کشوری مثل بقیه مردم جهان، مثل آداب ما همه روابط دوستانه داشته باشه. اصطلاح برجام را ساخته و پرداخته تفکر اول دانست و افسود در این نگاه همه امیدها به غرب است و جوری وانمود می شود که اگر برجام حل شود کشور گلستان می شود و فتح الفتوحی صورت گرفته. حالا که ظاهراً این آب نبات خیلی مزه کرده، از برجام یک و دو و سه سخن می گویند. آقای احمد خاتمی کم عقل، حداقل این سود برجام اینه که مردم ایران که شب میخوابن نگران این که میان امریکا یا اسرائیل بمبارانشون کنه نیستن. ما انسان ها حافظه ضعیفی داریم، یادمون میره. ما نزدیک به جنگ شدیم، اسرائیل 3-4 بار اصلا بررسی کرده بود که چجوری حمله کنه، در امریکا هم این کار کرده بودن. با برجام حداقل این حمله ابی رفت. با برجام هواپیمای جدید میتونه بخره ایران. با برجام میتونن کارخونه‌های اتومبیل سازی ایران دوباره راه بیفتن. در دوران در درون نظام جمهوری اسلامی اهمیت بنیادی داره. من باید نمیتونم تیکش بندازم، باید بخونم. شناخت مفهوم برجام دو برای درک تحولات فکری و دگرگونی های تجربی آرایش قبا در درون نظام جمهوری اسلامی اهمیت بنیادی دارد. در یک سو جریان هایی را میبینیم که بقای نظام را در استثنایی بودن آن و پافشاریش بر صدور حاکم بر انقلاب اسلامی می‌بینند و در سوی دیگر گرایش‌هایی که ضمن اعلام وابستگی عمیق خود به نظام برآمده از انقلاب خواستار تعامل با جهان هستند و بر این باورند که بدون بازسازی پل‌های ارتباطی ایران با جامعه جهانی و به ویژه قطبهای نیرومند صنعتی و بازرگانی در غرب نمیتوان به دشواری‌های عظیم کشور در عرصه اقتصادی پایان داد. آخه ببین، من خیلی معذرت میخوام یه مثال میزنم، ببخشید، خیلی مثال زشتیه. میگن اگه آدم گوه هم میخواد بخوره، گوه آدم پلو خوره بخوره. آخه این روسیه و چین چی دادن به ما؟ چه حسنی، چه به قول معروف چه گلی به سر ما دادن؟ یه پایانه 300 میخوان بدن. الو الو، درود گودو بگرد. آقای ناصر توکلی عزیز، دوست عزیزم، روی خطن. ایشون همیشه لطف میکنن میان تلفن ها رو میگن. ایشون رادیو ایران هوستون تگزاس رو دارن. آمدن آقای ناصر توکلی زمین که تلفن میده یه فرصتی هم من یه گلوم یه ذره تازه بشم. ایشون رادیو ایران هوستون تگزاس دارن، 24 ساعت است. مطالب بسیار جالبی داره. اگر میخواید گوش کنید باید برید www.k بعد رادیو ایران هوستون تگزاس rihtco.com روی جیلویز، روی آیپد، آیفون، روی تلفن‌های هوشمند میتونید از مطالب رادیو ایران ایشون استفاده کنید. آقای ناصر توکلی، خوش آمدید به برنامه ما، رو خط هستید. الو الو آقای توکلی، به
کارانشون تموم بشه ولی دیدم نه تمامی نداره. تو من که نیستم ساکت بشینم جلوت میدیم یه موقعی تلفن نشد نه 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 خیلی من خوشحال میشم من آمدم روی خط تلفن ها رو اعلام کنم. تلفن جناب مینویی هست 281 اریاکود 281 835 303 281 835 برای آقای امیدوارم که میدونم تا به حال دوستان هیچ کمکی نکردن که با ببریم تلویزیون رو روی خط، خواهش میکنم که قدم مثبتی بردارید، زنگ بزنید به آقای امیدوار با تلفن 703-655-5268. یک بار دیگه میگم حتما یک کاری بکنیم قدم مثبتی برداریم 703-655-5268 تلفن نشریه بیداری رو هم میگم براتون که این نشریه واقعا پربار رو غافل نشید و تلفن بزنید آقای سیاوش لشکری برای شما میفرستن. کریاکود هست 858 شماره تلفن 620 2013 13 کریاکود 858 620 2013 13 تلفن تلویزیون مردم تیوی هست 703-957-6150. یک بار دیگه میگم 703-957-6150. تلفن رادیوی ما هست 713-485-1300. اگر فرمایشی دارید در خدمت دارم. من فقط میخواستم بگم که شما وقتی که زنگ میزنین من خیلی خوشحال میشم، برای که خب خودتون میدونید یک ساعت و نیم مرتب حرف زدن آدم گلو آدم یه مقداری چی میشه دچار مشکل میشه، و وقتی شما زنگ میزنید من میگم بابا یه هوای تازه اومد. باش یه ریوان چایی داغ بغل دستتون بگیرم. آره گذاشتم، اولا که خب داغه بدن یواش یواش سرد میشه. بله کاری که من همیشه میکنم. بله و ضمناً خب این خانم من همیشه یه قهوه و عسل و یه چیزایی درست میکنه قاطی میکنه، به هر حال تسکین میده، ولی خب گاهی وقتا دستشون درد من مرسی حتما بزرگی تیمی میشکنم. خیلی متشکرم آقای توکلی، مرسی به من از ایشون استفاده کنم. حتما بزرگواری تیمی میشکنم. پایدار باشید. شما پایدار باشید. پاینده ایران بدرود. بله بدرود. بله ببینید این روسا ما از تمام عمر این 200 سال اخیرمون از روس و انگلیس ضربه خوردیم. نمیدونم چرا ما بازم میریم دنبال روسا. ببینید یه دونه نیروگاه اتمی رو آلمانا داشتن میساختن، نزدیک تموم شدنش بود. روسا اومدن گرفتن، نمیدونم چند سال روش کار کردن. هنوز من نمیدونم آیا برق میده یا نمیده. یه پایانه S300 رو چقدر آزار دادن ایران رو. هی پولش گرفتن، ایران هم شکایت کرد، آقا من پول دادم به دادگاه بین المللی، شکایت کرد، گفت من طبق این اسناد به این مسکو پول دادم، باید اینو تحویل میدادن، نمیداد. هی گفتن نه ما یه سامانه 400 میخوایم درست کنیم، اون خیلی بهتره، اونو میدیم. هی فلان فلان فلان، هنوزم به ایران نرسیده. هنوز یه تریلی های اومده، میگن بعضی ها میگن سامانه 300، بعضی ها میگن نه اینا یه چیز دیگه.
اون وقت وقتی که میگه آقای روحانی میگه برجام دو ما باید به کشورهای غربی نزدیک بشیم، خب راست میگه. ببینیم امروز هر کشوری در صدد اینه که به سود مردم خودش سر کشور دیگر کلا بذاره، زرنگ اون کسیست که نداره سرش کلا بره. ما میخواییم هواپیما بخریم به با یه رقمی میدن، خب باید اون مامورینی که میرن صحبت کنن آگاهی داشته باشن، خبرشون بگن آقا این هواپیما رو شما پریروز به فلان دولت نصف این قیمت فروختی، این چه قیمتی داره به ما میدی؟ بلد باشن بگن آقا نه ما پا میشیم میریم نمیخریم، برای اونا مونده بفروشه دیگه، یه کمی معامله میکنن جور میکنن دیگه. یه دیگه دیگهش میگه بعد از پایان جنگ ایران و عراق زمینه خطکشی آشکار میان دو گرایش عمده هواداران و مخالفان نهادین در درون ببخشید هواداران و مخالفان تعدیل در درون و تعامل با بیرون را فراهم آورد. تعدیل در درون و تعامل با بیرون یعنی به هر حال در درون یه مقداری مهربونتر باشیم ما مردم، با بیرونی هم یه سری معامله کنیم، یه کمی همدیگر بشناسیم صحبت کنیم، نه اینکه بگیم مرگ بر امریکا مرگ بر امریکا. خب مرگ بر امریکا یعنی چی؟ چون بگو مرگ بر لندن مرگ بر مسکو اینا بیشتر به ما ضرر زدن. آقا برو تاریخ بخون ببین چقدر سرزمین های ایران این دو نفر گرفتن، چقدر بر ایران ضرر زدن. همین دولت انگلیس، من یک کتاب دارم اینجا، قحطی در ایران، همش کار گوسفندای ایران رو می‌خریدن می‌بردن که به سربازای خودشون تو پاکستان غذا بدن. آخه فلان فلان شد، ما پاکستان گوسفند نداشت. برای که ایران قحطی بشه مردم بمیرن. بله. و بر این باورند که بدون بازسازی پل‌های ارتباطی ایران با جامعه جهانی و به ویژه قطب‌های نیرومند صنعتی و بازرگانی در غرب نمیتواند به دشواری‌های عظیم کشور در عرصه اقتصادی پایان داد. یه جا دیگه میگه که من با آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بخش مهمی از تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی زیر تأثیر امواج آزادسازی اقتصادی در جهان با سیاست‌های معروف با به تعدیل اقتصادی روی آورد. برای یه جوری از مورد شرط موفقیت تعدیل در درون سیاست تعامل با بیرون به ویژه از راه پیش بردن یک دیپلماسی اقتصادی در راستای بهره برداری از همکاری های اروپا و ژاپن و فراهم آوردن زمینه عادی سازی به عنوان هدف دراز مدت بعدی. با روی کار آمدن محمود احمد نژاد دفتر تعدیل و تعادل بسته شد. با آیت الله خامنه‌ای نیز رسما نزدیک بودن خود را با سیاست های ریاست رئیس دولت های نهم و دهم اعلام کرد. طی سالهای 1384 تا 1392 که 8 سال بود احمد نژاد بود، پشتیبانی رهبری همان حرکت لاک پشتی اصلاحات پیشین را نیز رها کرد و در راستای آنچه اقتصاد عدالت محور لقب گرفت به سیاست ضد سرمایه‌داری در درون و ضد استکبار در بیرون روی آورد. کارنامه این سیاست در برابر ماست، از فروپاشی نظام مدیریت کشور گرفته تا اوجگیری سرسام‌آور تورم، سقوط نرخ رشد و زیان‌های بسیار سنگینی که به دلیل تحریم بر کشور وارد شد. چنان معروف به اصولگرا به این نتیجه رسیده بودند که پافشاری بر سر مواضع ایران
در زمینه هسته‌ای میتواند بقای نظام را به خطر بیاندازد. ببینید توجه کردید جریه دیگه بیشتر توجه کنید. جناح معروف به اصولگرا، یعنی اونایی طرفدارای دپش و آتشه آقای خاتمی، ببخشید آقای خامنه‌ای، جناح اصولگرا به این نتیجه رسیده بودند که پافشاری بر سر مواضع ایران در زمینه هسته‌ای میتواند بقای نظام را به خطر بیاندازد. با چراغ سبز دستگاه ولایت فقیه بود که حسن روحانی و تیم مذاکره کنندگان هسته ایران توانستند زمینه دستیابی برجام به منظور رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را فراهم آورند. در گفتگوهای هسته‌ای که با موفقیت برجام منتهی شد، همه جناح‌های نظام به گونه‌ای متحد عمل کردند. این اتحاد به ویژه زمانی که به نمایش گذاشته شد که مسئولیت گفتگوهای هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتقل شد و مخاطبین ایران در گروه معروف به 5+1 اطمینان یافتند که یک تیم حرفه‌ای با پشتیبانی همه ارکان قدرت سیاسی در کشور مذاکرات را پیش می‌برد. برجام حاصل این اتفاق بود. بازسازی این اقتصاد بدون برقراری روابط عادی با جهان امکان پذیر نیست. ایران نمیتواند بر انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود غلبه کند مگر آنکه به یک عضو عادی جامعه اقتصادی بین المللی بدل شود. برجام دو از دیدگاه حسن روحانی و تیم او با آن معناست که توافق حاکم بر پذیرفتن گفتگوهای هسته‌ای و پیشبرد آن تا پایان این بار در عرصه سیاست‌های اقتصادی کشور تکرار شود و از دیدگاه هواداران رئیس جمهوری اگر این توافق به دست نیاید تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت و برگزاری ده‌ها سمینار اقتصادی برای کشور به قول کلیله و دمنه همان قدر نتیجه به بار می آورد که آب در هاون کوفتن و شکر در زیر آب پنهان کردن. بله، این یک بررسی بود. به هر حال اون برجام که انجام شد همونطوری که گفته شد پایه‌های نظام در خطر بود. بمباران اسرائیل و بمباران امریکا هر لحظه محتمل بود، اما دیگه الان اونجوری نیست و کار آقای روحانی بسیار دشوار و نزدیک به غیر ممکنه. این رژیم باید بره از ایران. تنها راهش اینه که این رژیم بره، چون این رژیم رژیم نیست که بگیم مرحله مرحله درست. من خودم بارها گفتم رسیدن به ترقی دو راه داره، یکی مرحله مرحله رژیم اصلاح بشه یا یه دفعه رژیم بره کنار. و باز خودم هم گفتم ما نمیتونیم رژیم بندازیم که کنار، برای که ما بزرگترین سازمان سیاسی کشورمون در خارج مجاهدین هم. مجاهدین میگن اول بگو مرگ بر شاه بعد بیا با ما حرف بزن. خب در حالی که اکثریت غیر سازمان یافته طرفدار شاه هم، اکثریت غیر سازمان یافته اکثریت مجاهدین هم، ولی سازمان نیافته اکثریت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هست. من با آقای مانی صحبت میکردم، اونم اگر ایران در آینده جمهوری بشه من میگم تعظیم بر آقای رئیس جمهور، اگه پادشاهی بشه میگم تعظیم بر آقای پادشاه، هر دو فرق نمیکنه، ولی ما در مورد جمهوری نامزدی رو نداریم. آقای خانم مریم رجوی خب میخواد یه اسلام دیگری بیاره، مردم قبول ندارن. خب من به پایان برنامه رسیدم. بسیار متشکرم که گوش دادی به حرفای من. از آقای امید امیدوار که برنامه رو پخش کردن متشکرم. از آقای پارسا سوربی که برنامه رو در مردم تیوی باز پخش میکنن متشکرم. از آقای ناصر توکلی بسیار متشکرم. از آقای سیاوش لشکری معذرت میخوام که درباره بیداری من این دفعه صحبت نکردم، دفعه اول صحبتم خواهد بود. از شما عزیزانی که برنامه توجه کردید سپاسگزارم. من نمیدونم سپاسگزاری ایرانی چجوری، ولی هندی ژاپنی اینطوری میکنم.
و اول سپاسگزارم براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو می‌کنم.